بچه ها فرشاد سالین هستم، خوش اومدید به یک ویدیوی جدید دیگر با مامان پارمیده. های آقا توی کامنت ها بنویسید دندونه یکی قشنگتر و طبیعی تره. 100% ممنون از دکتر دیانا، هم تو دبی هم تو ایران. اگر خواستید ما ریلزش هم تو پیجمون پست کردیم، کلاب اینستامون رو برید ببینید، اطلاعات تو پیجشون همه چی هست دیگه. خلاص اگه دندونای خفن میخواید با قیمت خوب و زیبا، برید حتما به پیج دکتر دیانا سر بزنید. قراره یه سری ویدیو ببینیم که انتظارشو نداری بعدش یه چه اتفاقی میفته، یعنی یه سورپرایز میشی. آیا آماده هستی؟ بله. از لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، کانال پارمیدارم که همتون دارید این پایین از سابسکرایب کنید، کلی ویدیو داریم ما هم دیگه میگیریم میذاریم. بریم سراغ ویدیو. Let's go. او آدم پاک عجب وضعیت بدی شده، یکی داره گل میزنه، یکی داره گل میکشه، یکی داره گل میکنه، خارشو استاد اصلا عالی بود، من واقعا انتظار نداشتم. به خدا دارم میگم واقعا اصلا مسخره میکنی؟ نه عالی بود. تو انتظارشو داشتی؟ یکی اون گل گل میکنه منظورش بود، اون گل کشیدن یعنی گل نمیکشید، داشت گل رو میکشید. خب همینو میگم، ببین تو هر چی هم فکر میکنی یه چیز دیگه بتونه. آفرین. پس این فعلا میتونه رنگ یک باشه توی 100% ویدیو. برو بریم بعدی. مثلا من دارم میرم بیرون، کاری نداری؟ نه فقط قبل ساعت 7 خونه باش، شلوغی هم نکن. داره به بابا میگه. باشه باشه. چه گویی خورد؟ چه گویی خوردم؟ خود پسرم همین چه گویی خورد؟ ببین انقدر قوی شروع شد ویدیو. ببین اصلا چرا باید به طرف، یعنی به بچت بگی که هفت خونه باش؟ تو به نوا میگی هفت خونه باش؟ نه بستگی داره چه سنی باشه. کلا هوا که تاریک میشه جرم و جنایت بیشتر میشه، نه اینکه فکر کنید وای هوا تاریک میشه چه اتفاقی میفته، راحت‌تر میتونن دزدی بکنن، راحت‌تر میتونن حواس بقیه رو پرت کنن. جالب بود. آخه من همیشه به این فکر کردم که خب اون بچه اون کاری که مثلا 10 شب میتونه بکنه 10 صبح هم میتونه بکنه، ولی واقعا خطرناکه. بیدون. خطرناکه. بعد آره. یه سنی برید دیگه. خونه بیشتر. خونه رو کاری ندارم، بیرون رو ولی نگران میشم. وقتی تو بحثی که بهت ربط نداره دخالت میکنی. حسین ویلای با سیرزم 20 میلیارد زیر قیمت دادم رفت. بابا فردا سرت، گفتم 200 میلیارده بابا فردا سرت. علی شما پول داره نصف اشغالی که ما میکنیم هم نمیکنی، آرامش ندارید تو زندگیت. چرا نگو شیشه تو تمیز کن بابا. آدم ها میخوان خودشون رو قانع بکنن اونایی که پول دارن خوشحال نیستن آرامش ندارن. درست هرچی پول بیشتر باشه برحال درد سر بیشتره. آره. قبول دارم اینو، ولی کنارش خوشم میگذره. من قبول ندارم که پول دارا خوشحال نیستن آرامش، ولی واقعا به همون اندازه، یعنی تمام سطح ها نسبت به زندگیشون همونقدر درگیری رو دارن. آره، همه دارن. یعنی اون کسی که میگه وای من 5 میلیون مثلا قسط دارم، با اونی که مثلا 500 میلیون قصاره همونقدر ناراحتی میکشن. میدونی منظورم چیه؟ نه اینو قبول ندارم. نه؟ ببین من فقط به نظرم جنس سختی های آدم ها با هم بله بله, بله. اجازه بده خودکار بعدا یاد من میگم چیش میگم میده. ببین ولی خب آخه شما بچه پولا رو نمیفهمید. وارد سخت‌ترین پارت نصف شب وقتی پدرت میاد و تو بیداری. وای میخواد خودتو بزنی بخواب. من خود یادم میفت. آها اینا نبا پلی استیشن بازی کنن، نبا با گوشیشون نه با خواب باشن. آره. این ساعت گوشیشو زد زیر بالش. آخه من دوست ندارم با نام یعنی اونا رو ندید یه هم گفت اینجوری فهمید. باباها میفهمن ولی به روشون نمیارن. قبول داری خیلی چیزا رو پار میدا. من اون موقع که گیم نت، من تو گیم نت ها بزرگ شدم دیگه، شب مثلا 11 نیم 12 که همه خوابیدن بالش اینا رو میذاشتم رو تخت، گوش پتو میکشیدم. خودت درست کردی کسی در واقع آروم میرفتم بیرون زنگ زدم آژانس میرفتم گیم نت میکردیم. ببین هر لحظه اگه این صفحه گوشی من روشن میشد من همونو سکته میکردم. ببین خدا رو شکر هیچ اتفاقی نیفتاد. نه ولی قبول داری همین خطرناکه؟ اگه به پدر مادرت میگفتی خیلی سیف تر بود. همیشه باید با بچه ها یه جوری باشیم که بگن، چون کار خوشونه که میکنه. ببین بچه کار خوشو میکنه. آره به بابا میگفتم، بابا هم میگفت آره عزیزم میخوای تغذیه هم برات بذارم برو گیم نت. مثل سگ منو کتک. نه بابا هم هیچوقت منو نزده. البته جذبه بابای من از 100 تا کتک زدن بدتر. اصلا نگاهه نگاهه رو آوردن یه جای گرون. من پول ندارم. یه لحظه تو سفرم پشت خط حساب کن. الو عزیزم اومدیم یه رستوران یه درینک بزنیم. آره من میگیرمت، من میگیرمت.
سینا چی میخوای سفارش بدیم؟ حاجی یه آب بگو من یه آب میخوام. دیرینک گفتی؟ دیرینک گفتی؟ آبم دیرینک دیگه خورش رو قشنگ بود. قشنگ بود قشنگ بود. مامان انقدر زنگ نزن جلو بچه ها آبرو منو بردی بابا، نگران چی تو؟ بچه ها همه بچه های با ادبی هستن. سعید پول منو زری زری نزدی خارت. آقا این اولین خیلی واقعا داری میگی؟ آقا به نظر من تو نظر تو اینجا شرط میذاره. شاید چون مثلا تو قبلا همچه صحنه یا دیده بودی با دوستات اتفاق افتاده. آره اوه خیلی تو چی تو هر روز رو اولی؟ هر رو اولی و اونی که دخالت کرد تو کاری که نباید دخالت کرد. کدومش یه ذره بیشتر بود؟ فکر کنم دومی و یه ذره بیشتر. آقا دومی که گفت شیشتو پاک کن. چیکار داری میکنی؟ داداش هر چی میخرم میزنم نمیره. ابلا آخه عقب افتاده با اون نمیذارن که. خب چی میذارن؟ وایسا بیا. اوراق جمع این کارا. بزن بزن اگه نرفتو. آها آها. نشکنه. بزن بزن بزن. مطمئن اوکیه؟ چیکار دارید میکنی؟ داداش اینو ما هر چی میزنیم با هر چی میزنیم نمیره تو دیوار. اسکل ناموسه شیشه میکشه. اینو نگاه این نوکش به اون سمته. وقتی نوکش اون سمته یعنی مال اون دیواره. بیاید اون. انتظار اینو نداشتم واقعا انتظار اینو نداشتم به تایتل ویدیو میومد اصلا انتظارش نداشتم واقعا گفتم میگه احمق مثلا با اینو اونوری کنی بزنی گفت نه مال اون دیواره چی شده به تو عزیزم قربونت برم هیچی بابا پسرم خواستم برم مهمونی پسرونه من گفتم سارا تنهاست من نمیام قربونت برم اشکال نداره پاشو اینو من خارجی شو دیدم ساکم هم اینجا خیلی خوب قشنگ بود نه؟ خیلی باحال بود داره یعنی میتونه جای اون قبلی رو بگیره؟ نمیدونم خیلی سخته بازم ویدیوهاش خیلی با کتشلوار آماده زیر پتو نشسته بود وقتی میگه هنوز منو نگرفته حاجی تو خیلی بالایی ها نه بابا چطور؟ تنهایی نشستی داره مختار میبینی؟ با مشتی تو که وزد اما خرابتر این مختار نی جمونگی تلویزیون نداشت. چی باید بزنی که به همچین درجه ای برسی؟ یه بار بزنیم ببینیم چیزی. فکر فردا ما. حالا خوش اومد به ویدیو جدید. شایم 500 میگیرم اینو میکنم تیک. یه تومن. یه تومن داره. دو تومن 20 میلیون میشه برو. همش والا ولی شما بکن. خیلی باحال بود. الان من یارو چیکار کنم؟ پولو... آره دیگه میزنن زیرش ما هم زیاد زدیم ما هم زیاد زدیم زیرش نمیشه که آخه لوله چی نوشاب حالا به نظرت این اول میشه یا نه یا هنوز اون که میگفت خفش و شیشت بکن خیلی خوب بود من قشنگ باز کردید چی شد؟ بردن آسونه ولی الان در آوردن سخته بده بده با که هنومی شاید یه روز دارم دعواد وا چقدر همون موقع گفت این ولی واقعی بود کلیپای واقعی خیلی با از خوبی های کافی شاپ داشتن نگاه کنن دیگه واقعا جالب شدش از مزیت های کافی شاپ داشتن جگرای دلم در هشتادی ها نمیتونن این کیک های تولد ببرن خنه خنه ببرن خنه ننشون به درشان مزره قشنگ بود دیالوگش واقعا قشنگ بود این دستگاه رو میذارن تو اداره اینا کاغذ خورد کنه که کاغذاش باطله رو بدن این خورد کنه 693 میلیون این 700 تومن پول میدین کاغذ بدین خورد کنه بیا آقا شما 7 میلیون بده این کاغذ خوردش کن هم منم رفیقم در خدمتی قشنگ بود اون دست آره دیگه کاغذ بود 700 میلیون چرا خب کسی بعد کاغذ میشه چقدر 10 یاز بشه کاغذ تو 11000 دلار دایه نشونه میده من کاملا حق میدم بهش ببینی دور بین این زیره دقیقاً این زیر بغلی پلاگ حالا اصلا مگه میشه همچی چیزی به فکر جونه اینطوری کرده بود نه بابا من دیدم تو خیابون ایران بار میزنن اینطوری خیلی خطرناکه یه ویدیو دیشب پعشب بود تو اینستا دیدم فکر کنم با پژو دارن میرن روش کلی فرش و یارو صندوق عقب وایساده گرفته اینجوری آقا به فکر جون خودتون نیستید جون بقیه مردم از سر راه نمیبردن خدا وکیل خدا سر شاهد ما شاهد ما داره ولک انتخابات جای دیگه است قراره یکی دیگه رای جمهور بشه بنا چی کار دارن ولک چی کار دارن
ولا چه دمانی ماشاءالله این دوستمون هنو بچه ساله خدا سر شاهده یک حرفه‌ای گرفته فلافلو گفتم بذار به اشتراک بذارن وای ماشاءالله سلف سرویس تو ایران اصلا به نظر من ضرره بعد سلف سرویس به نظر من باید اینطوری باشه خود طرف فلافلشو بذاره بعد دیگه بدی محتویاتشو یارو خودش بذاره مثلا دو تا مثلا کیارش گیرشون بیاد واقعا برشکسته آره چون که کیارش میتونه کل مغازه رو مثلا ترتیبش رو آره. من چی الان میزان خوردن صد تا پای کیارش میتونی بدی علی شما بزن داداش دو تا دست دارم الان میزنم برات خیلی دیرم شده علی به خدا بزن علی شد چی شد علی باحال بود اینم باحال بود تعارف سال 1400 اخلاق شد مردم 1399 فدات شد دست شما نکنه خدافظ شما رفتم جدی چرا مت شده اصلا همچیزی از کی اومده اصلا چه بس چرفی قابل نداره اصلا چه بس می اصلا خیلی مسخره است خیلی اصلا قابل شما نداره بعد توی سوئد مثلا یکی یکی رو مهمون میکرد پشمای یارو میریخ واقعا تو میخوای پول غذا ما بدی؟ چه دلیلی داره؟ این مدلیه یعنی قشنگ موجود الحق که داشته خوبی بود اومد زراغش آه موتور توه؟ آره داداش قابلش نداره جدی؟ خوب بودیم ولی به پای اونا نمیرسه ولی جزو خوبا بود جزو آره خب بیا زن بیا بالا ما هم بابا رفتن شمال با هم دیگه شام بخوریم بعد کشمش بزنیم یکم با هم دیگه بعدش فیلم ببینیم بعدش هم دیگه یکم دانس و فلان و اینا فکر نه انتظار داشتیم یه دختر باشه دیگه دوست دخترش باشه ولی یه مثلا خب اینم پس میومد به تایتل ویدیو آره دیگه دقیقا وقتی بعد از محرم گوشه دختر رو چک میکنی فیلیک گواردر نیما طرح وسپا امیر 206 رد علی پیاده ولی خوشتیپ پیاده ولی خوشتیپ علی بود اینا رو واسه نظری سیو میکنم مدیونیت فکر کنید واسه چیزای دیگه اینا رو سیو کردم اون منظورش کلینیک بوده انشو نزده کلینیک رو سیو کردی کلیک به نظر تو اولیو میشه یه بار دیگه اون کلیپه که میگفت دخالت بیشتر نکنید حسین ویلای با سیلزم 20 میلیارد زیر قیمت دادم رفت بابا فردا سرت گفتم 200 میلیارده بابا فردا سرت ولی شما پول دارا نصف اشغالی که ما میکنیم هم نمیکنیم آرامش ندارید تو زندگیتون کسچر نگو شیشه تو تمیز کن بابا مدل گفتنشون هم با حال مدل بازی اون پسرم خیلی بامزه بود آفرین برگش اینطوری مثلا بهشون بگه که شما فکر میکنید پول دارین ما خوشبخت آره بعد دیدی مثلا یه جوکی رو یه بارم شنیدی ولی یه نفر یه جوری برای تعریف کنه بازم میخواد مدل تعریف کردن خیلی مهمتر از اون جوک است آقا دمتون گرم مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که لذت برده باشید بازم با پامیدا ویدیو میگیریم شما بگید که کدوم ویدیو رو اصلا انتظارشون نداشتید آره به نظر شما حالا کدوم بهتره لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره اینستامون رو فالو کنید قربان شما تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا رو یادار